نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی. قمبرگل در راه روان بود که ناگهان سرش چرق زد و بر زمین افتاد. مجید او را دید، هرچی زودتر خود را به وی رساند و از زمین بلندش کرد. ولی آن سوی دیگر شمس و امید گوسفندانشان را به سوی جنگل به چراندن بردند که از جنگل صداهای ناشنا را میشنوند. شمس، خوب شد که طرف تپه و زمینان رفتیم و طرف جنگل آمدیم. ببین که چقدر خوب علف است. آفرین امید، تو بسیار هوشیار برآمدی. دهو کله چهار مغزی تا عقل زیاد بوده. دره بیازو دگه، برو گسپنده همی جنگل بسیار خوب جای است. بعد از این دگه روزم اینجا می آیم. دره شو، بسیار خوب گپ است. گسپنده سر خود می چرن و ما تو ساتیری می کنه. زلگو که هر طرف پر از علف سبز است. گسپنده هر قدر که بخورن است، ما تو هم بیغم می باشیم. یکی از بوده سیر شدن شکمشان بیغم می باشیم، یکی هم از بوده رفتنشان در کردهای مردم. عجب گپی زدی. ما خو از بوده که گوسفندا در زمینای مردم گد نشه، یک دقیقه در جای خود نمیشینم. ماموتا، وقتی که گوسفندا را میگیریم که بیارم، آقایم و بابایم ده دفعه میگن که او بچه شمس هوشت باشه که گوسفندا در زمینای مردم نره. بیو رای نزن، آل اردیم و بارو می ساتیری کده میتانیم. بون گوسفندا سر به خود بچرن. از گفت ما اگه میکنی دهی دم جنگل نباشیم، کمی بریم پیش، شاید اونجا از اینجا هم که در سبزه و سقلات زیاد باشه. سعیز دره شمس، چرا ستا چرا چار طرف سیل میکنی؟ در آگت چوانه؟ امید، یک گپ برات بزنم. از وقتی که اینجا اومدیم یک صدا رو میشنوم. حیران هستم که صدا از چی است. از کدام صدا گپ میزنی؟ ما خود چیزی نشونیدیم. نیکه از جنگل میترسی و دلت نیست که بیایی. نه، چرا بترسم؟ ما خودم تو را گفتم که گوسفندار از درون جنگل ببریم. تو یک کرد گوش تو بگی. راست میگی، صدای را قدم می آیا. او نه، از دور دو نفر ها معلومشن که در بیخ درخت تخت هستن. راست میگی، به نظرم دو نفر، یکیش جمال خان بچه ملک آدم خان است، دیگیشم تو اینجا چی میکنن؟ بخیام که در جان درخت ها عرار گرفتن و درخت ها عرار میکنن. اما تو رفت درفترشون بی بی که چقدر درخت های قد شده افتیده. یکی، دوتا، سه تا، اونت، چهار تا، پنج تا. ناقصاب نکو، درخت بسیار است. ما خود حال کسی را ندیده بودم که قد درخت از جنگل قطع کنه. راست میگی، ما هم تو حال کسی را ندیده بودم که قدر زور درخت ببره. تو تا مچم کتی درخت ها چی کار دارن؟ مچم کی بنده خدا کیست که تا درخت تکه کده خور میزنه؟ گوسفندش هم از این کب دو کب میچره. آدم، کیستی که دسمانت در رویت انداختی؟ مثل که شو روز غلط کردی که در بیخ درخ خوابت برد. تو را میگم. کی هست؟ خلیفه سمندر توستی؟ مانده نباشی؟ زنده باشی. بیخی ترساندیم. من ایران ماندم که کی هست؟ ایتو در بیخ درخ خور میزدی که فقط یک مو بیدار خوی کشیده باشی، یا که شو روز غلط کده باشی. چطور؟ بیدار خوی نکدیم. خو از دسته که گسپنده ایسو ورسو بردم بسیار مانده شدم. اینجا شیشتم که دم راستی کنم که پینکی رفتم. خل جوانی زور است. تا جایی که من دیدم خوب ما کم خواب برده بودن، پینکی نرفته بودی. راست میگی، سخت خواب برده بود. صدای خودت بیدارم کرد. خواب کدن خواهید نیست، مگم از بوده بیدارت کدم که او شده تونه گسپندت بگیری که در کردای شفتل در آمده. بیغم باش،
گوسپند ما از او گوسپندای سر به خود نیست که به جای بگرده، تعلیمی است که بگویش دکش ندرای نمیره. عجب گپای میزنی قمبرگل، گوسپند ایوان است، شعور نداره که بجای بجای بفامه، هر سو که دلش شد میره. خلیفه سمندر اقد دلوی نکو، ما او شما است، گوسپند زمین فتح خان نمیره، اگر رفتم حال او اینجا نیست که از یه خانمه کش کنه. اگه او نیست بازم باید که فکرتا بگیری که کشتایش خراب نشه. بسیار دیدیم که از بودی امی گب در قریه کلان جنجال جور شده. یعنی میگی که از بودی که یک دانه گوسپند ما اگه در کردای شفتل فتح خان درای جنگ و جنجال میشه؟ خیچی او بچه قمبرگل، یک سال تست که برای توسانه میخوانم، بازم میگی که لیلی زن بود یا مرد. خو سعیز تو زیاد خود پریشان نساز، اول خو گوسپند ما در زمین های فتح خان نمیره، باز اگر رفت خودم جوابش میتم. از من میشنوی بجای جوابگویی به من اوشت از تونی کارت دیگی، ما خودم به چشمایم دیدم که در کرد بود. کو؟ کی در کرد است؟ وانه بی بی که در سر پلوان و درون جوی میچره، قدم خود در کرد نمونده. حال برآمد. خب خیر، از من گفتن و خبر کردن بود، باید نشه که دیگه کلان جنجال کلان جور شود. دکتر صاحب اجازه است که بیایم؟ بیا بیا اینجا سر چوکی بیشی. بیا دخترم که بریم درون. چرا میترسی؟ بیا که بریم. دختر که نترس، بیا اینجا جای ترسیدن نیست. دکتر صاحب راست میگه، بیا نترس، خود شیر مورد دلاور بگی. دخترم تو یک کم دل بودی، ما تا حالا نمیفهمیدم. خب خیر است، نگفتیم که کدامتان مریض هستین، خودت یا دخترکت؟ اگر راست بپرسی دکتر صاحب، سر ما خندیت نگیره، هیچ کدام ما ناجور نیستیم. ای چطور امکان دارد تا پیش دکتر بیاین و مریض هم نباشین؟ ما خو ای گپ نو میشنوم، پس دیگه به دیدن ما اومده. به دیدن شما اومدیم و دیگه ای که راستش من همه اومدم دکتر صاحب، گلاله خوارم مره شله شد که یک کرد پیش دکتر برو مومنه را نشان بته. گلاله کارمندی سیست، او حتما کدام تشویش داشته که خودتا گفته مومنه را کلینیک بیاری. دیگه کدام گپ خونه است، حالت مومنه را که دیدیم ما به این نتیجه رسیدیم که مومنه را ناجوری روانی گرفته باشه. مگم کریم بیادرم از این گپ میشرمه؟ در این کدام جای شرم نیست، امو رقم که بدن آدم ناجور میشه، روح آدم هم ناجور شده میتونه. راستی حالت مومنه را برم بگو چی رقم است؟ یک چند وقت شده که مومنه شوانه جای خود تر میکنه، بدخلق است و بخوردن هیچ اشتیا نداره. علایمی که گفتی به مریضی روانی میمانه که در اشتکا پیدا میشه، مگم بازم باید معاینه کنم که کدام مشکل دیگه نداشته باشه. گلاله خودت کت کریم کمک که مومنه را سر میز معاینه بشانه. آفرین دخترم نترس، دکتر صاحب فقط معاینه میکنه، امیتون در پلیت است، بشیم اینجا. مومنه جان آفرین، دانت واز کو، اینو تا زبانتون بیرون بکش. آفرین بسیار خوب، اینالی دستایتون دراز کو، اینم تا. تا جایی که دیدم مومنه کدام ناجوری خاص نداره، مگم یک کرد باید پیش دکتر روانشناس ببریش. گپ گلاله سعیز. دکتر صاحب چرا خودت همیجا نقصه و معاینات و هر چیزی که کار است برش نشته نمی کنی؟ رشته من روانشناسی نیست، هر مریض مطابق حالاتش باید پیش دکتر امو مرض برده شود. ای دکتر روانشناس دیگه از کجا پیدا کنم؟ معاینه خانهش در کجا است؟ آدرسش است که پرسان کنم؟ پیدا کردن دکتر روانشناس کار سخت نیست، حاجت آدرس و پرسان کردن هم نیست. خوشبختانه چند وقت میشه دکتر روانشناس همینجا آمده. خوب خیلی خوب، بسیار خوب است که دکتر در خود کلینیک است. راستی اتاقش در کجاست؟ امروز آمده یا نه؟ آمده، تو تشویش نکو، من میبرم در اتاقش. او نه، اتاقش داخل همی دالیز است. سمیولا او غافه، چی بیلا گرفته جویا را کو کو میکنی؟ رو شو یک کرد پیش ما بیا. اینه یک دقیقه باش میم.
آقا مرا کار داشتی که صدا کردی؟ ها او غافل، گفتم می قد دیقانو در سر زمین است، تو چرا بیله گرفته و در جویا شلستی؟ ها از بوده که امروز وقت او ما کم است، کل اگی دست یکی که در جویا رواز کنیم که زمین ها به او نمانن. خوب کردی او غافل، مگم تنها در او داری روز تا گم نمی کدی، یک کرا چارگرد زمین ها را هم سیل بیکدی که چی گفه هست؟ چرا آقا، زمین ها خود جای خود هستن، کجایش سیل میکدم؟ باز چی گپ شده؟ اگه بی خبر نمی بودی او غافل، این سوال از ما پرسان نمی کدی که چی شده؟ امی که چشمت در کردا مفتاد خودت می فهمیدی؟ من خویش نفهمیدم که اشاره خودت سونه کدام گپ است؟ برم سوچ بگو که سرم خلاص شود. او غافل، یک کرد چشم تواکو و سونمی کردایی که در پلوانش استاد استی سیل کو باز می فهمی؟ کردای رشقه را میگی که سیل کنم؟ نه خیلی، کردای لبلبو را میگم. او غافل، معلوم دار است که کردای رشقه را میگم. اوهو، کردا خو کلش غوبل غوبل شده، ما چیم کدام خدا ناترسی کار را کده؟ بر ما خدای قیران نشام نته او غافل، حتما تو گوسفندار سهی اوش نکدی و در کردا گد شده. نه آقا، گوسفندای ما این کار را نکدن، خودان که کی گوسفندای خود در زمین های ما ایلا کده؟ کتکالای در چشمم ندرای او غافه، کی قجورت داره که گوسفندای خود در کردای ما ایلا کنه؟ هر کاری که شده از دست تو شده. آقا باور کن که ما این کار را نکدیم، برو خانه بیبی که گوسفندا در طبیله هستن، ما امروز هیچ بیرون نکشیدیمشان. آه خیلی که بیرون نکشیدیشانه، ای گوسفندای غافل در طبیله خاک میخورن. نه گوسفند کی خاک خورده میتانه، دینه روز یک پشتاره رشقه را درو کدم برشان بردم، چرا که باید کت دهقانا کمک میکدم. او غافل، خیلی که توی کار نکدی، کی کده؟ باید است که نفرش معلوم شوه. راست میگی آقا، اگه نفرش معلوم نشه بازم امی کارا میکنه و کل زمتای ما را به خاک یکسان میکنه. بچم که حالا چی کنیم که ای دوز غافل از ما تو کت پشتاره گیر کنیم و حقش را بتیم که دیگه گوسفندای خود در کردای ما ایلا نکنه؟ ولی نمیفهمم آقا، خود تر رقم که میگی بازم اون رقم یادم گیر میکنیم. نو زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. کریم دختر کوچکش مومنه را به کلینیک برده بود، در اتاق معاینه گلالای هم بود. کریم بعد دکتر گفت که گلالای گمان میکند دختر او به مریضی روانی مبتلا شده است. حال در دراما میشنویم که رحیم داد و ناظر با هم در چه مورد حرف میزنند. چوب چپم و کم هست، هرچی که کده تاغان میزنم هیچ نیست که مایده شوا، صدقه مایده و کتی شوا. السلام علیکم ناظر، اینجا چی میکنی خلیفه؟ بلایی تو بگرم کرم بگم او ناظر، چرا تیره تو نداری؟ صدقه چرا امرای چام، من کی بیکار هستم که جواب تو رفتم؟ اینه خلیفه بلای تا بگیره علمی جواب سلام ما خوب بتی، چرا که گناه داره؟ صدقه سلام کلام چم خلیفه را این داد. و علیکم السلام، توی سنا چی میکنی که آمدی؟ خلیفه بلای تا بگیره، من را خوب قریه به قریه گشتن وظیفه ما ایره بود که تو اینجا چی میکنی؟ نه که کده کدام تا مزدور کاشیشتی، چطور که تو کلوانگ هستی که هیچ چرت سر ما خراب نیست؟ صدقه چرت و فکر چوب، گفت تا برابر دانت بزن.
حال و قایده ها را که بسیار خورده که متیاجی و محتاجی را ترمه کدم. حال ناظرت او ناظر سابقه نیست، تاجر شده، تاجر ها. حال میتانم که مثل تروار آدم ها را روز سبت هاش زیر دست خود مزدورکار بگیرم ها. خلیفه بلایتا بگیره ناظر، حال دیگه وقتی گپا نیست، نه گپای خنددار نزن، ای لاف پتاقت پیش اگان توی دیگه بزن که تو را نشناشه. صدقه شناخته چوم، ملاف نمیزنم، گپ راست میگم. خلیفه بلایتا بگیره، هرچی که پف کنی مرا باورم نمیه، چرا که ما و خودت اندیوال قدیم هستیم، رگ رگت هم شناشم، دیگه کارایت خود جایش بان. صدقه جای پای چوم، تو دخو خرگوش هستی، سعیست که اندیوالم هستی، مگم از کارایم بیخبر هستی. دلت که باور میکنی یا نه، او کار خودت است، با ما تعلق نمیگیره. مگم یک کرد بخیر که کار بارم سعی سر بگیره، بازونو و خیران خواد ماندی. ای نه، کار نشو خلیفه بلایتا بگیره، حالی از کل گپا تیر میشیم سر اصل گپ میاییم. ایده بو که کلونگ چی کار بار استی که نوکرتان بفامه. صدقه نوکر و چاکر چون خلیفه را این داد. میگن باد از هر شب تاریک روز روشن است. خدا سر من رحم خدا کده که صاحب کاروبار شدم. انشالله که باد از این بخی پیسدار میشم. خلیفه بلایتا بگیره نازه، من میگم خدا یک قبطت که جمع کده نتانی، مگم یک چیز نگفتی که این کاروبار بخشت که جور کرد. صدقه جور کردنه چوم، هی کلش از برکت ملک صاحب آدم خان است که صاحب کاروبار شدم، از نیستی و ناداری بر آمدم. خلیفه بلایتا بگیره ناظر، من میگم خدا خیرش بده، اگه این گپ تو حقیقت داشته باشه برای من امروز بسیار خبر خوش است. هرچی نباشد تو اندیوار جانی جانی مستی، تو که داشته باشی سر مام بچکه. بوبای سمیولا، بوبای سمیولا، روشو چای بیار او غفل، یک ساعت است که پشت چای دم کردن گمستی، هیچ نیست که بیاری. یک دقیقه صبر کو، این همی دستی میارم. بخیالم که از ما بین چای میکشی او غفل، چطور که تال داده رایستی. وی دیگه تو هم چقدر بیوار هستی، هیچ حوصله نمی کنی. دیگه چقدر حوصله کنم او غفل، یک ساعت میشه که ماتل چای شیشتیم، مگم تو پشت یک پیاله چای گم هستی. خی گناه ما چیز، او یخ هست، بسار به سختی جوش میخوره، از امو بوده دیر شد. علی گمش کو، ایقا گپ کم کو دگه، رو شده پیاله چای بنداز که بخورم او غفه. مچم امروز تو را چی شده که ایقا اوقات تلخ هست، اخو ناقص آب خرابی داری. از دست کارای بی جایی مردم غافل اصاب بابی آدم خراب میشه، از مره خود جایش بون. مقصد تنف امیدم آقای گلخان، مردم چی کده؟ بگو که ما هم بفهمم. گوسپندای خود ما سیر نمیشه، رشقای زمین ما را گوسپندای مردم میخوره او غفل. فقط که ملک بابا و بکلانشان باشه. وی چی وقتی کار شده بود؟ امروز که سر زمین ها رفته بودم، دیدم که گوسپند کدام کسی در ما بین کرده رشقه در آمده و تا که تا نسترش قره خورده و باقی ماندیشم زیر پای لگت لگت کده. ای آدم بیپروا کی است که مالای خود سریلا میمونه که در کردهای مردم درای او خرابی کنه. ما چی بفهمم او غفل، مقصد زیاد خرابی کده بود، کردهای رشقر غوبل غوبل کده، حتی اصاب ما خراب کده بود که هیچ پرسان نکو. معلوم دار که اصاب آدم خراب میشه، تن بخوری و زامت رشقکش نشده، باز مردم بیای مفت کده گوسپندای خود را در شیلا کنه. کیره بگویی او غفل، از ساعت که کردهای رشقه را به او حالت دیدیم بیخی چورتم بجای نیست. راستی در چهار دوبارت کسی نبود؟ نفهمیدی گوسپند از کی است؟ نه بابا، کدام مال بی صاحب بوده، باز کار چند گوسپند نبود، از هر کسی که است مقصد یک گوسپند داره. از هر کسی که است کار خوب نکده، باید است که اوش خود از سون گوسپند خود بگیره، یه تو سریلا نمانن که کردهای مردم خراب کنه. حال خو مرا تاوانی ساخته، خیر باشه، تا که صاحب گوسپند پیدا نکنم و جزایش نتم، ماندنوالاش نیستم او غفل.
شمس آمدی بخیر؟ روشو گسپندهای تا خانه کو بیا که بوبوی چای دم کده. سعیس آقا درستشو نرو رو دیدین برین در تبیله دره. آقا خوب است که در خانه هستی. ای دیگه چی خوشی داره شمس، من خود زیادتر وقتا در خانه می باشم. از بوده از خانه بودنت خوش شدم که می خواهیم یه گپ مهم رو برات بگویم. ای چی میگی شمس، روز خود سرت گنگس نیست؟ کدام گپ مهم؟ نه آقا سرم چرا گنگز باشه، جور تیار هستم. مگم گپ را که برات میگم بشنوی خودت خواد گنگز شوی. خیلی تو من کدام چیز دیدی یا شنیدی که شلی گفتنش هستی؟ بگو من ببینم که چی میگی. امروز بجای بردن گوسفندا سر تپه و پلوانای مردم بر چریدن برده بودمشان طرف جنگل. خدایا خیر، کی گفته بودید که گوسفندا را طرف جنگل ببری؟ حتما کدام تایش گرگ خورده چی بلا؟ نه آقا تو مره به بردی گفتن نمیمانی. در جنگل چند نفر دیدیم که بیغم درختار را رمی کدن. نخواه تو بچه، شاید که ترسیده باشی و وانوار داشته باشی. کی قدل میکنه که درخت های جنگل سر به خود بزنه؟ من میفهمیدم که باورت نمیایه. اگه گپ ما را قبول نداری برو از امید پرسان که وام هم رایم یک جای بود. خب فرض کنیم که صحیح دیده باشی، این دو نفر باجرت کی بودن؟ شناختشان یا نه؟ آقا شناختمشان، چطور نشناختم؟ یکیش کاکا ناظر بود، دیگیش هم جمال خان بچه ملک آدم خان. یک چند نفر دیگه هم کتشان بود و خیالم کنه هم مزدورکارا بودن. اگه درخت ها را بر ملک آدم خان میزنن، او خود چند روز پیش از جنگل یک کد دستگ و شاتی را بجور کدن بام تبله خود برد. دیگه درخت چی کار داره؟ من دیگه نمیفهمم که برای چی بازم در درخت های جنگل شلستن، اما قوالش آوردم برای بازم ازت پرسان میکنم که راستی به دو چشم دیدی که ناظر و جمال خان درخت ها را رمی کدن یا نه؟ آوی آقا بیشترم گفتم که امید بچه جانداد خیاطم کتیم یک جای بود. اردوی ما با چشم خود کاکا ناظر و جمال خانه دیدیم. او بچه شمس اگه ماندام هستی یک کرد کده ما پسون جنگل برو و امو جای برم نشان بکن. تو دیگه چی از دستت میای آقا که میری جنگل سیل میکنی؟ بیازو چیز از دستم نمیه، اما قسل میکنم که ناظر و جمال خان چی خواه دیدن که دست و آسین خدا بجان درخت های جنگل برزدن. مونده نباشی شکریه. زنده باشی زرمینه خوار، پشت او اومدی؟ آه در خانه هیچ او نبود، آمدم ببرم که دیگه کاسه ناوخت نشه. تو چرا یک رقمک هستی؟ چی رقم هستم؟ یک رقم جگرخون و پرموچواری هستی. چی بگویم دیگه، هر روز یک جنجال نو پیدا میشه. حال گپ در اینجا رسیده که قدم سایه مشت و یخن شویم. وی خدا خیره پیش بیاره. اتو چرا میگی؟ همسایه ها دقیقتان چی کده؟ گنگه به مشت یخن رسیده. دیروز آقای گلخان بسیار قار بود، میگفت کدام یکی به قصد گوسپندهای خود در کردهای رشقی ما ایلا کده. نخواد که از قصد کسی کاره کده باشه. ایوان از دگه یگان وقت در کرده مدرایه. نی خورک کار قصدی و ناغلطی معلوم میشه. هر کی بوده پدرکشی خود کت ما نشان داده که قه خراب کاری کده. چی گفا میزنی شکریه؟ کی کت شما پدرکشی داره که رفته کرداره خراب کده؟ پشت گپ نگرد، زمانه خراب است. مردم چشمشان دیده نداره که ما زمین داریم و شکر آرام هستیم. شکر که داری؟ و مردم چی که چشمشان بسوزه و بیایند زمین هایتان خراب کاری کنن؟ خیلی که پدرکشی دعوا ندارن، چرا این رقم ظالمی را دق ما کدن و با ما نارش قبر ما نماندن؟ میشه که صاحب گوسفند فکرش نشده باشه، ای کار شده باشه. کی میخواه که کت دگا سر رشقه در جنگ و جدال گیر بانه؟ اینی را میگن عذر بدتر از گناه.
چرا صاحب رمای قبی فکر باشه که گوسفندای شرسو بره؟ مام نمیگم که کار خوب کده، مگم فتح خانم نباید که او نادیده موزره از پای بکشه و کلگیر دشمن خود بدانه. ای تو پشتخواهی خرابکارم میکنی که فقط از خانه شما باشه. آقای گلخان خوب میکنه که دگاره دشمن میگه، کاری که شده کلان دشمنیست. وی چه رقم کتم اگب میزنی؟ من از دلسوزی برات میگم که دم فتح خانه بگیری که سر ناسخن گب کته همسایا دشمنی نکنه. تو پیش دیشه میکنی؟ چرا دمشو بگیرم؟ خدا کنه هرچی زودتر گناهکار معلوم شوه که آقای گلخان نقشه در قف دستش بانه. خو خیر است، اقا قار نشو، موتره به ای گپا غرز نیست، فتح خان میفامه و زمیناش. ها دیگه آقای گلخان خودش میفامه که خرابکار چی رقم پیدا کنه و چه تو عقشه بده. زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. وقتی که شمس گوسفندانش را از چرا دوباره به خانه آورد، به پدر خود لالباز قصه کرد که ناظر جمال خان و چند تن کاریگر را در جنگل دیده است که درختان جنگل را قطع می کردند. ولی آن سوی دیگر زرمینه خیلی پریشان و نگران است که قمبرگل را حیران کرده است. دیگه چای بر جوش خورده سر کرد که آل بگدان او نگیره. آل بل نمیشه سبیل مانده. بوبو کلونگ چی کار استی؟ السلام علیکم. و علیکم سلام قمبرگل بچیم، خوب شد که آمدی، امیاله کپک مانده بودم که چطور کنم. این خدا تو را بخشم رسان. مقصدت نفهمیدم بوبو، خیریت است؟ چی شده؟ خیر و خیریت است، از دست بفکری من چای جوش در سر دگدان جوش خورد، از سر کت آتش دگدان گل ساخته. یارا بوبو زنده خوب باشی، ای خو کدام گپه نیست که از خاطر شق پریشان استی. خیر است که آتش دگدان گل شد، چی فرق میکنه پس در بتیش؟ پریشانی مخو از امی درک است که در خانه یک دانه چوب خشک نیست. دگه ای که شاخچای درختام کلش تر است، نمیفهمم که چرا قم دگدان در بتام. سرق گپای خورد ریزه چرتت خراب نکو، خوب نیست، از تشویش بسیار خدای ناکده رقم رقم مرزا پیدا میشه. بلا در پس دگدان که گل شد ما زنده باشم، دیگه چوب بخشت میده میکنم و دگدان در بتی. گپت بجای از قمبرگال، براستیام که تشویش مادر مرزاست، مگم مام به جای تشویش نکده. این اگه تو نمیامدی آل ما چطو میکدم؟ نه چوب خشک در خانه بود و نه شاخچای میده کدگی که ما سر دگدان کتش در میدادم و بر چاشت دگ پخته میکدم. حال دیگه ما آمدیم، سر چوب میده کردن فکر نکو. راستی پیش ازی که من چوب میده کنم، ایره بخشم بگو که چرا یک رقم پتو پریشان استی؟ پریشان نیستم گل بوبای خواد، از بوده چوب چرتم خراب شده بود. گپت صحیحیست، حال خو من برد اطمینان دادم که چوب میده میکنم، مگم سر زوام یک رقم اوقات تلخ است. تو بگویی که کدام گپ شده باشه، روشو بگو چی شده؟ اگر راست بگویم از بده رویه خراب شکریت چرتم خراب است. امروز بسیار بچشمی کرد، بیخی سرم بد خورد. چرا؟
از خاطر چی کدت رویه خراب کرد؟ گمش کن، ایت پشتش نگرد، یه گب بود و تیر شد. آله چی دلت رام کرد گپ زده گیش نارام بسازم؟ تو که نگویی نمیمانمت بوبو. دام که یه گپ بشنوی شله میگیری. از بده گسپندایی که دمابین کردای رشقه فتح خان در آمده بود کتره و کیانه مره گفت. فکر کرد که گسپندای ما بوده. خوخی یه گپ هست. آه گسپند ما خود در زمینای فتح خان ندر آمده بود، چرا که از گپای شکری هم تو معلومه شد که گسپندای ما رشقایشان خراب کرده. نه بابا، گسپند ما چی؟ هر گپه ده خود کش نکو بوبو. خدا میفهمه که از کی بوده. گپای شکریه به جای است، ناخترش فکر نکو. اینه کتزی کالا سه جوره میشه که خلاص شد. امروز بخیر جیبکان خوب چرب بشه. سلام علیکم خلیفه جانده. نه نه شکر که هستی استاد. استادا من میگم اوشای خیاتا صدقه خیاتی جواب. والیکم سلام ناظر، بیا بیا خوش آمدی، مانده نشی. آده سالا چطور شد که سونه دوکان ما دور خوردی؟ اخ که من صدقه دوکان داری جواب. من خیلی بیکار میشم که بیایم. حالا از بوده اینی کالا آمدم که بخشی بدوزی. اره کتزی تکی خریدگیت معلوم میشه که در این وقتا پیسدار شدی و سر خود خرچه میکنی ناظر. صدقه خرچه چمو این تکی اصلیست، با پیسه کم توم نخریده. از خیرت کدم و چه خوبش و سنگین بدوزی که مردم ببینه و دانش و آبانه ها. وا براستی که تکیت خوبش از ناظر. صدقه خوبش چمو، تکی درجه اول است. تا به حال این رقم تکرد در کل قریه کسی نپوشیده. اولین نفر خودم هستم که تکی قیمتی خریده. راست بگی لازر، براستی هم که ما این رقم تکرد تا به حال در جان کسی ندیده. راستی تکرد برای چند نفر آوردی؟ صدقه چند نفر چون؟ این تکرد تنها برای خودم خریدیم. چرا این پرسانه کدی؟ این پرسانه به خاطر ازی کدم که تکیت زیاد است، از سخ خودت اضافه میکنه. صدقه اضافه چوام هنوز خوب. من خوناق بشی تو کالا را نمیارم. من میفهمم که خیاط لایق و نامدار استی. دیگه تکیم که میمونه از خیر سرت کنه برای بچگه که یک دانه و نازدانه عبدالقادر بدوست. هرچی نباشه و هم بچه یک تاجر است. باید از که رقم آقای خود کالای خوبش و قیمتی بپوشه. سعیز اما تو میکنم حتما این تکره بخشت کس سوغاتی داده یا کام خیرات. سبقه سوغات خیراتت شم گفت از سنجیده بزن. من خو خیرات خور مردم نیستم خلیفه جان داد. بعد از این ناظرت با مردم خیرات میته، خیرات نمیخوره. یک گفت نفهمیدم ناظر، امی تو خو یک آدم مفلس و بیکار هستی. ای قپای سر از کجا کردی که برای خود کالای قیمتی خریدی ها؟ صدقه خرید و فروش چوا او روزای بیکاری و مفلسی نوکرت خلاشا. حال ناظرت یک تاجر کلان تخریه شده که مثل تو و آدم ها را میخره و مفروشه. عجب است، تجارت چی را میکنی ناظر که ما خبر نداریم؟ صدقه خبرت چوا، چوب فروشی میکنم. حال زمستان از مردم زیاف چوب میخرن، کاروبار هم خوب جور است. بیشکر من میگم در کاروبارت برکت. خیر ببینی خلیفه جان داد، بعد از یه اگر چوب کارت بود بیاد چوب فروشی ما بخر. سر پیسهش رای نزند کدت من راحت هم میکنم. مای سویت مامی، شما چی دخت که یک کلوانگ بود ها؟ هیچ، یک دستمال سردست گرفتیم خامک دوزی میکنم. ای طرف کد که من دید چی رقم دخت؟ اینه من سایکو
بیبی که خوشت بیایه یا نه؟ very beautiful. سوری یعنی که چقدر خوبی شلوختی. براسته که کار دزدوزی زنهای وطن ما قشنگ بود. من با تمام زنهای وطن افتخار کرد. اوکی؟ زنده باشی گلخان بچیم. همی دسمال که بخیر خلاص شد میتومش برای تو، چرا که تو کار دست زیاد خوش داری. Thank you مامی. شما به زحمت شد. هیچ زحمت نیست. بیازم زمستان است، بیکاریست، نی غم شالی درویس و نی وقت کاروبار دیقانی. این که بخیر خلاص کردم دگهش سر دست میگیرم. آخ دستکم. وای مامی، دست شما را چی شد؟ کو نشان بده؟ هیچ روشم نبود، دست من سوزن زد. گناه شما نبود، حتما من شما را نظر کرد. اوکی؟ تو نظر نکدی گل خان، اوشم در جایش نبود، دیگه سو رفت. ناغلطی انگشت مکت سوزن زدم. وای مامی، اوش شما در کجا بود؟ خواه مخواه کدام گپ شده که فکرتون به جای بوده ها؟ اگر راست بگویم، از ساعتی که کردای رشقه قوبل شده آقایت زیاد قار است، مرام ناراب ساخته. کی کردای رشقه ما را قوبل کده ها؟ آقایت میگه که کار کدام همسایه است که در کردای ما قصدی گوسپند خود داخل کده که کردای رشقه را خراب کنه. آه مای گاد، نخواد که همسایه چارگرد ما قصدی کار کرده باشه. مامی من باور نکد، چرا که هیچ کسی نمیخواه به خود جنجال بخره و به کسی ضرر برسانه. ما چیم آقای سر گوسپند کاکا اکبر شک کده، میگه که امود کردای رشقه در آمده و خرابی کده. این کار پاپا خوب نبود که سر همسایه گمان بد کرد، چرا که گناه داشت، نخواد که همسایه ای کار کرده باشه. شاید که گمان آقای صحیح باشه، چرا که زرمینه صاحب گوسپند بسیار طرفداری میکرد. مام از این کار شکی شدم، در دلم گفتم خامخا کار گوسپند امیاز که قپشتی میگیره. نه نه مامی، من فکر نکرد که گوسپند کاکا اکبر باشه. من نظر ما خود 100% کار گوسپند زرمینه شان است. آه مامی، فرض کن که امی کار گوسپند همسایه باشه، باید از که قار نشد، از صبر و حوصله کار گرفت. با پاس و لیاز همسایه‌داری باید از که جنجال زیاد نکرد. اوکی؟ شمس، تو مرا در کجا آوردی؟ من خود تو را گفتم که امون جای جنگل بخشم نشان بده که درخت های جنگل زدن. صبر داشته باش آقا، من تو را امونجا میبرم، کم را مونده، یک چند دقیقه بعد میرسیم. هیچ باورم نمیشه که لازر و جمال خان درخت های سبز جنگل زده باشن. سر گپ ما باور نداری آقا، حال خود دیدی. بچم هیچ نمیفهمم، چطور دلشان شده که درخت های سبز بزنن؟ من چشمای خود دیدم کردوش درخت های تازه و سبز جنگل همه زدن. نخواد شمس، هر اومرو درخت ها و شاخش های خشک درخت ها را میزدن، تو غلط فهمیده باشی. خیر باشه، خودت سرگپ ما یقین نداری، همی که جنگل از نزدیک دیدی باز باورت میشه. اوه حالا در کجا هست؟ خواهی چیزا نمیبینم. او نه آقا، او سو نسل کو درخت هایی که نوزرشان زده. کوده کجاست؟ چشم ما خواهی دهش نمیخوره. او نه آقا، تو کدام سو نسل داری؟ پیش روی تا ببین با جای یک تا چند تا درخت زدن. اولا دیدم ای ظالم، آخو بجای یک تا درخت سبز چند تا درخت زده؟ خدا انصافشان بده. ای نه آلخو، سرگپ ما یقین کدی آقا، ما که میگفتم تو قبول نمیکدی. گپت صحیح بوده، چقدر مردم های ظالم در دنیا زیاد هست، هیچ کار خوب نکدن، کلان خیانت از بق مردم قریه. اینم که درخت قطع شده را که میبینی کل شک آقا ناظر و جمال خان زده. باید از کیگا پکت اعضای شورای قریه شریک بسازم. فکر میکنم که ها از این کار بیخبر هستن، چرا که جنگل مال شریکی کل مردم قریه است. هیچ کس حق نداره که سردل خود درختایش بزنه. گپت صحیح آقا، از اینجا که رفتی یک راستون شورای قریه برو، این گپ برشون بگو که دست به کار شون و نما نشانه که دیگه درختای جنگل بزنن. اما تو میکنم میفهمی شمز بچیم، هر کس که درخت جنگل قطع کنه مجبور است که جریمه بده، با
بر خیالم که یا خبر ندارن که ای کار کدن. ما مامو تو شنیدیم آقا، هر دوش باید است که جریمه شود. اگه شورای قریه دم قطع کدن درختای جنگل نگیره، میفهمی اگه سیلاو بیایه بسیار به مردم قریه تاوان میرسانه. آقا درختای جنگل به سیلاو چی؟ به طور شانس بچیم که جنگل قوت و شدت سیلاو کم میکنه، یعنی که دمش میگیره نمیمونه که زیاد خرابی کنه.